بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت تمامی شما هموطنان گرامی و شنوندگان و بینندگان محترم تلویزیون جهانی آریانا نیوز، با برنامه ورزش در خدمت شما ایزان هستیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. ابتدا گزارش بشنوید از مشکلات با وجود آمده در تیم ملی فوتبال افغانستان و بازیکنان مستعفی تیم. بازیکنان مستعفی تیم ملی فوتبال افغانستان تا حل مشکلاتشان از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان به تیم ملی بر نمیگردند. عنوان گزارش است که در بخش ورزشی آریانا نیوز تهیه شده که با هم میبینیم. چندی پیش 7 بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان به سرکردگی اسلام امیری کاپیتان تیم با یک حرکت غیرمنتظره از تیم ملی فوتبال افغانستان کنارگیری کردند. اسلام امیری میگوید تا فدراسیون مشکلاتشان را حل نکند به تیم ملی بر نمیگردند. روزی که مشکلات حل شوه اونمو دقیقا ما میایم کل چیز خلاص پس جور میکنیم. به خاطر تا فعلا هیچ کدام چی نامده از طرف فدراسیون به ما، هیچ کدام خبری نامده. بلال آرزو که یکی از بازیکنان شاغل در اروپا است میگوید دو دستگی را تحمل نکرده و از تیم ملی کنار کشیده است. بلال آرزو میگوید فدراسیون فوتبال افغانستان بدون هیچ گونه آگاهی درباره اسکلزیچ وی را به تیم ملی آورده است. فکر کنم فدراسیون فوتبال افغانستان هم معلومات درست نگرفته بودند در رسه امی مربی. آقای لعلی مشاور فنی فدراسیون فوتبال افغانستان در واکنش به استعفای 7 بازیکن تیم ملی فوتبال به ما گفت هر افغانی که توانایی از این را داشته باشه در تیم ملی کشور فوتبال کنه دروازه تیم ملی برایش باز است و در تیم ملی جذب خواهد شد، کسی که میخواهد و کسی که تواناییش داشته باشه. و من براتون اطمینان میدم که تیمی که در 11 جون اولین مسابقه خود مقابل تیم سوریه انجام میده تیم خواهد بود که بهترین بازیکن ها در او تجمع خواهد داشتند. این 7 بازیکن در حالی از تیم ملی فوتبال افغانستان کنارگیری کردند که کمتر از 2 ماه به اولین مساف تیم ملی فوتبال افغانستان در مقدماتی جام جهانی برابر سوریه باقی مانده است. حال باید دید که آقای اسکریزیچ سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان از این 7 بازیکن دعوت خواهد کرد. همونطور که میدونین چند پیش از سوی رئیس جمهور افغانستان هیئت انتخاب شد به خاطر بررسی مشکلات ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان. نزدیک به البته بیش از 1 ماه از وجود هیئت در کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی میگذره، اما هنوز گزارش از سوی این هیئت نه به دولت و نه به رسانه های افغانستان داده نشده و متاسفانه هنوز ما در چند و چند بررسی ها قرار نگرفتیم. آقای محمود زیاد شیر در برنامه با خودمان داریم، در خصوص این موضوع با ایشان بحث پی میگیریم تا اینکه ببینیم به چی نتیجه خواهیم رسید. آقای دشتی اول سلام خدمت شما. سوال از اینجا شروع میکنیم که به نظر شما چرا این هیئت هنوز نتایج بررسی های خودشان در طول 1 ماه اعلان نکردن؟ تشکر. سلام برای شما و بیننده خوب تلویزیون آریانا نیوز. قسمی که شما از مشکلات سازمان ورزش کشور تربیت بدنی کمیته المپیک در جریان بودین که طی 5 سال فوق‌العاده یک کوی از مشکلات است. در 2 بخش مشکلات عمده است، یکی بخش مالی است که به وقت زیاد نیاز داره تا تصفیه شود، یکی مشکلات تخصصی و ساختاری است. آنچه که مهم است هر 2 بخشش مهم است، اما هیئتی که از جانب رئیس جمهور تعیین شده تا فعلا تا جایی که ما در جریان هستیم اونا بیشتر دنبال مسائل مالی هستند، اما در بخش مشکلات فنی و تخصصی اقدامی نکردین و یک برنامه شاید نداشته باشند که احتمالا ما مشوره به اونا خود داشتیم اگر مراجعه بکنن. اما در ارتباط مسائل مالی از بیشتر از 5 سال است که مشکلات زیاد وجود داره. اتهامات مبنی بر دستبرد رؤسای قبلی و فعلی ورزش و همچنان استفاده جویی رؤسای فدراسیون های ورزش از حقوق ورزشکارا یک بحث بسیار کلان است. عمدتاً در 5 سال اکثر فدراسیون ها اصلیه و
پول ورزشکارا رو اونا تقسیم نکردن سوء استفاده صورت گرفته و همچنان پولای به عنوان سفر و به عنوان از اینکه اصلا هیچ وجوه مصرفی نداشتن و به بانه ها و وسایل مختلف جعل اسناد کردیم پولا رو استفاده کردیم تا جای که از طریق رسانه ما چندین بار شنیدم که در تگواندو در چند بخش دیگه هم این مشکلات وجود داشت. احتمال داره این آیت به وقت زیاد نیاز دارن تا این موازات مالی را یک آیت تصفیه بکنن. عمدتا آنچه که مهم است دستبردهای کلان در گذشته ها و در استفاده از ساختمان های ورزش بود، پروژه انکشافی دستبردهای کلان صورت گرفته و همچنان در بخش بودجه عادی هم سوء استفاده هایی که صورت گرفته احتمالا نیاز به وقت زیاد داشته باشه. شما در زمان آقای جگدلک معاون کمیته ملی المپیک بودین، آیا این دستبردها و این فسادهای مالی که شما میگین که حالت این هیئت به دنبالش هستن تا افرادش رو پیدا کنن، آیا به گذشته هم برمیگرده؟ در زمان آقای جگدلک هم اینا پیگیری قضیه خواهند بود؟ یعنی فقط در طول زمانی که از زمان آقای اکبر تا به زمان آقای هاشمی و آقای کرام الدین کریم در تربیت بدنی به دنبال این افراد هستن در دوران این افراد؟ اصلا در گذشته دستبرد و سوء استفاده مالی اصلا صورت نگرفته بود به شکل فجیع و کلانش به حد، بنان چون در وقت شفافیت خوب بود، خدمات خوب عرضه می شد، اصلا دستبرد او صورت نگرفت در گذشته و یک شفافیت کار صورت گرفته بود. اما آنچه که بر می گرده باید گرچه گفتین از سال 88 به طرف احتمالا حیات می تانند تا 10 سال ارزیابی بکنن، اما آنچه بر می گرده از سال 88 به طرف که یک مقدار سوی زنها و بدگمانی های زیاد صاحب نظرها هم دنبالش داشت. بسیار خوب، به نظر شما چرا این هیئت از اینکه بیاین به سمت مشکلات اداری تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک برسن و از ریشه و تهداب اینا را بازرسی کنن و ببینن مشکل کار کجاست؟ چون مطمئنا مشکلات همگی ریشه ایست و ریشه قضیه یک جای دیگه است، چرا رفتن مستقیم به سمت فسادهای مالی که مطمئنا تمام ریشه‌یابیش اگه کنیم از مسائل اداری پیدا میشه؟ اول هم تصور همین بود وقت اختلافات بین تربیت بدنی و کمیته المپیک پیدا شد، معاون صاحب اول رئیس جمهور جنرال صاحب دوستم و خود رئیس جمهور ورزشکارا را پذیرفت، اینا اقدام کردن. ما هم به تصور بودیم که احتمالا مشکلات اساسی و ساختاری را زیادتر توجه خواهد شد، اما چون موضوعات مالی بیشتر بوده تا 13 سال واقعا همه دولت آلوده با فساد و ویروس فساد بودن، احتمالا ورزش هم خالی نبوده، خصوصا در چند سال اخیر که بی بازخواستی بود بیشتر استفاده صورت گرفته بود. اما اینا بیشتر مصروف و مشغول بخشای مالی شدن، احتمالا اینا اگر فرصت پیدا بکنن به موضوعات اساسی که موضوعات ساختاری است برسن و یا اگر اونا فکرشان کار بکنه و در عرصه که تخصص داشته باشن، آیتای که از جانب رئیس جمهور تعیین شده آیتای خوب هم در عرصه مالی هستن، احتمالا در عرصه تخصص ورزش شاید نیاز به همکاری و حمایت داشته باشن. ایجاب میکنه در کنار از اونا دولت متخصصین ورزش که از لحاظ ساختاری بتونه آسیب شناسی بکنه ساختار ورزش استفاده بکنه، و الا فکر نکنم که اونا به مشکلات اساسی توجه کنن. چه دلیل باعث شد که این هیئت برن به سمت فدراسیون فوتبال و در خصوص مسائل مالی فدراسیون تحقیق و جستجو کنه؟ اصلا دو اتهام بزرگی که به فوتبال وارد شد که ما یکی دو بار از طریق رسانه شما هم از ورزشکارا شنیدم، یکی موضوع لیگ برتر بود که از یک حجم مبلغ بزرگ پیسه سرازیر می شد اما برای ورزش و ورزشکارا اونقدر حساب داده نمی شد، یکی خب مجمع عمومی باید هر سال حساب داده شود که اونا در جریان نبودن، و دوم دیگه از یک پولی که به دست میآید یک استفاده محسوس کلان صورت نگرفت که حداقل یک ساختمان ورزش یک زیر ساخت از او پول ساخته شود. بنابراین بیشتر زن و گمان بیشتر ساخت که احتمالا دستبرد صورت گرفته باشه، که اگر آیت هم دنبال بکنن این حق آیت است که از لحاظ مالی دولت افغانستان. اما ریاست فدراسیون فوتبال و همچنین یکی از افرادی که از فیفا آمده بود به عنوان بازرس فیفا و به عنوان فردی که تخصصی در این امورات کار میکنه رسما اعلان کرد که دولت هیچ کشور اجازه دخالت در امورات فدراسیون فوتبال او کشور نداره، آیا این صحت داره یا خیر؟ همین هم یک سوء تفاهم شده.
ارگاه یک سازمان پاک شفاف مطابق به اساسنامه عمل بکنه، واقعا دولت این صلاحیت نداره مداخله بکنه. اما اگر او فساد دور رخ نمیکنه، مشکلات با وجود میآید، او طبیعتا دولت از کوره نظارت میکنه. به گونه مثال می گفتم مجمع می بالاترین مرجع تصمیم گیرنده در یک سازمان غیر دولتی است. آیا فدراسیون فوتبال تا 4 سال هر سال مجمع می برگزار میکنه؟ آیا هر سال داکیومنتری و اسناد داره برای مجمع میشه؟ آیا گزارش مالی شفاف که ما داریم؟ میگن که ما در گزارش ما که تهیه میشه کلا گزارش رو میفرستیم به فیفا و مرجع ما فقط فیفا است و ما فقط با اونا ارتباط داریم. نه، یکی بودجه است که از جانب فیفا داده میشه، درست نظارت میشه، هیچ مشکلی وجود نداره و فدراسیون افغانستان دونه میتونه دست بردن بزنه. اون موضوعات فیفا یا نهاد بین المللی کمک میکنه، وقتی که پول میده اونا درست تفتیش میکنن، از اون بعد پول دست برد زدن میشه. اما آنچه که منابع داخلی به گونه مثال لیگ برتر افغانستان برگزار میشه، پول خودشان پیدا میکنن و در مجموع باید اینو به مجمع عمومی هر سال رئیس سکرتر جنرال فدراسیون اینو اعلام بکنه و اونا تا مستندای دوسیه خود این موضوعات مالی را داشته باشند، هر سال تشریح میکنن و احیانا هر نهادی که شک گمان می داشته باشه، نهادهای با صلاحیت میتونن اینو پیشکش بکنن. در ارتباط با دولت هم اکثرا در کشورهایی که دولت مداخله بیجا میکنه، مثلا تلاش میکنه یک شخص مورد نظر خود رئیس فدراسیون بسازه، در صورت این مداخله آشکار است، حق نداره، بعد مجمع عمومی رئیس انتخاب بکنه. و اگر دولت مداخله سو میکنه که اما حرکت نرمال منظم یک فدراسیون مختل میکنه، طبیعتا او از جانب فدراسیون بین المللی مورد پیگرد قرار میگیره، بالاخره در حال تعلیق قرار میگیره. اما آنچه که مشکلات ساختاری باشه، به گونه مثال در قانون عینی ما شما هم در قانون مدنی هم هست که خانواده دهش خانه پلیس حق نداره داخل شه، ولی که مجرم داخل میشه. چند حالت باز اینجا استثناست، یکی که جرم مشهود صورت میگیره، کس قتل میکنه با صلاح جاره داخل یک جای میشه، پلیس حق داره تعقیبش بکنه و هرگاه شک گمان میره که جرم یا وسایل جرمی در خانه وجود داشته باشه، باز محکمه و سه ارگان امضا میکنه داخل میشن. به این شکل فدراسیون هم طور نیست که 100% دولت مداخله نمیتونه، هرگاه او نظام درست شکل نگرفته باشه، سوء استفاده مشهود وجود داشته باشه، دولت در هر کشور یکی از وظایفش است که اصلاح بکنه و نهادهای بین المللی هم باید از این حرکت های دولت حمایت بکنن و تشویق بکنن. شما این حرکت دولت و این هیئتی که به فدراسیون فوتبال رفته کاملا یک حرکت قانونی بوده و به خاطر اصلاح بوده، درست است؟ نه، و دو بخشش، یکی در بخشی که مسائل کمک های فیفا و ایناست، این هیئت احتمالاً حقی را ندارن که از بودجه که فیفا برشان میده سوال بکنن. اما اگر از منابع داخلی اینا دریافت میکنن، مثل لیگ برتر که نهادهای مخابراتی اینا کمک کرده، اگر دیگه بابت باشه، اگر زن و گمان مشهود وجود داشته باشه، دولت صلاحیت داره که نظارت بکنه. پس یعنی به نظر شما ما میخوایم این سوال کنیم که این هیئت آمده حتما کدام شاهدات بوده که اینا داخل فدراسیون فوتبال شدن، وگرنه اونا هم فکر نکنم بیکار بوده باشن برن اونجا. خب برمیگرده به موضوع تفتیشش که نه به شما و نه به ما معلوم است که این هیئت از فدراسیون فوتبال چی تقاضا کردین. آیا در مورد پروژه‌ای که از جانب فیفا تمویل میشه اینا سوالات داشتن، یا در مورد منابع غیر از او؟ اگر در مورد فیفا سوال داشته باشن او بی‌جا است، حق ندارن. اما اگر در مورد غیر از فیفا مسائل ساختاری طور باشه، میتونه هیئت تفتیش بکنه. متاسفانه همین مشکل هم هست که در خصوص این هیئتی که رفتن و حتی کارهایی که در تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک کردن، اینا هیچ گونه گزارش شفاف نه بر رسانه ها داشتن و نه در خودمون نهادهای ورزشی المپیک و تربیت بدنی. چی دلیل باعث شده که اینا هنوز گزارشات خودشان را در طول 1.5 ماه حداقل نتایج ابتداییش را بیان کنن؟ حالا اصلا فکر بکنم که ام عمق بود امی مشکلات بسیار زیاد است که اینا نتونستن تا حال سر در بیارن یا سر کلاور روشن کنن، که واقعا با یقین که من درک میکنم که مشکلات همونطور که استفاده مالی زیاد است، مشکلات ساختاری زیاد است، این مشکلات بیشتر بوده که اینا را اجازه نداده. حدس من می باشه که مشکلات بسیار عمیق باشه. بله، این کشتی شکست خورده ورزش افغانستان که انصافا حالا باید بگیم که همینطور هم هست و این کشتی واقعا کشتی است که باید بگیم در حال غرق است و دچار منجلب ها و مشکلات بسیار فراوان شده، آیا توسط این هیئت به نظر شما نجات داده میشه و به او ساحل امید خواهد رسید؟ حالا اگر رئیس جمهور با وجدانن کار درست حقیقی در قبال ورزش بکنه، طبیعتا این راه حل داره، هیچ مشکل لاین حل نیست. امروز کره زمین همین انسان هاست که به می شکل یک چیز مدرن تبدیل کردین.
آیجی بسیار مشکل ساده است. دو تا مشکل کلان است. یکی موضوعات مالی دستبرده و سوء استفاده و ارتشا و فساد و اینا است. اینا بسیار روی اسناد خود اسناد صحبت میکنه اصلا. وقتی اگر آیت دقیق قدیاب باشه پاک از ناپاک تشخیص داده میتونن و عواملش که اکثرا با تاسف که در اکثر فدراسیون ها در ساختار ورزش افغانستان بیشتر افراد استفاده جو زورگو یا اشرار و باش بیشتر جمع شده که میتونه اینا رو شناسایی کرده برطرف بکنن و در کنار از او در موضوعات ساختاری است که یک بخش دیگه هم یک بحث دیگه هم با شما صحبت کردم که مشکلات ساختاری تکمیل اساسنامه ها تدوین آیین‌نامه های ولایات و تطبیق انتخابات مطابق با آیین‌نامه ها از سطح ولایات تا سطح مرکز صورت بگیره و یقینا که سازمان ورزش افغانستان در کمترین وقت حل میشه و آنچه که زیاد مهم است فعلا بر رئیس جمهور که در انتخاب رئیس ورزش کشور رئیس امید تربیت بدنی یک شخص توانایی که دانش فهم و اراده و توانایی بیشتر داشته باشه واقعا کشتیش کسر بتونه در ساحل مقصود برسونه و اون نیاز است که باز هم اشتباه نکنن اکثرا چهرهای تصادفی یا بنابر تقسیمات سیاسی اونطور کسی رو انتخاب نکنن که با سوار روز دوباره این مشکلات بیشتر از پیش عمیق‌تر شوه. بله برادر شما میالید چه کسی میتونه که اینمی کشتی شکست خورده رو به ساحل برسونه؟ والا او برمیگرده صلاحیت های رئیس جمهور است طبق قانون اساسی گونا پست سیاسی وزرا و رؤسای مستقل انتخاب بکنن اونا بسته برای رئیس جمهور است که انتخاب میکنن. بله پس اینا همه چیز به دوش رئیس جمهور است. آیا در بین مشاورین و افرادی که در دوربر رئیس جمهور است میتونن تاثیرگذار باشن در خصوص انتخاب یک فرد شایسته؟ یعنی باز هم اون قضایای گذشته مثلا مسئله قومی و سمتی میشه و از یک حزب و از یک طرف قدرت ای حکومت انتخاب خواهد شد؟ والا تا فعلا معلوم نیست. دولت تنها وزرای کابینه را مشخص ساخته تا هنوز در بخش رؤسای مستقل ولایت ها و معینت ها تا حال اعلان نکرده و تعیین هم نکرده. احتمالا اگر مشاورین فرنگیش نقش زیاد داره مشاور فرنگی رئیس جمهور میتونه در این بخش هم مطالبه بکنه با این هیئت در تماس باشه و اینا میتونن شناسایی بکنن چهرهایی که واقعا بتونه این مشکل حل بکنه و در مدت یک وقت وضعیت اساسی که کشور ما قرار داره یک بخش کشور که نسل بزرگ جوان است از او حداقل گوش دولت جمع باشه که درست مدیریت بشه. بسیار خوب، بسیار تشکر که در برنامه ما حضور پیدا کردید. تشکر از شما. ما امیدوارم که به زودی فرد مناسب حال ورزش افغانستان در این شرایط بحرانی انتخاب بشه و زودتر از اینها ورزش کشورمان از این حالت و از این وضعیتی که درش قرار گرفته خارج بشه و دوباره روزگار خوش ورزش را در افغانستان ببینیم. تشکری و سپاس میکنم از شما ایزان که تا به این لحظه با ما و برنامه ورزش همراه بودین. تا دیدار دوباره، خدا یارتان.